سلام دوستای گل، پدروزا استالت هستم. اومدیم دوباره با یه ولاگ دیگه، ولاگ شماره 2 که تازه اومدم به شبکه. سلام اونایی که جزو خانواده استالتیان، سلام اونایی که منو تا الان ندیدن، سلام. برو You ain't real like that, you ain't real like that. To tell the truth, you ain't built like that. Summertime, so the roof peel right back. سلام دوستای گل، امروز برگشتیم با ولاگ شماره 2. ولاگ شماره 2 قرار داستانش چی باشه؟ ولاگ شماره 2 قرار چیکار بکنیم؟ بریم یه خلاصه بگیم امروز قرار چیکار کنیم. 1. میخوام برم دانشگاه بهتون کامل نشون بدم که دانشگاه که داریم میریم چطوریه. 2. میخوام برم لایبرری بهتون نشون بدم، یعنی کتابخونه. کتابخونه رو میخوام نشون بدم ببینن کتابخونه چطوریه. 3. بعد رانندگی میکنم به سمت جیم، بعد اونجا هم با هم صحبت میکنیم. بریم با ولاگ شماره 2 ببینیم چیه. امیدوارم صدا بهتر شده باشه. اون دفعه میکروفون رو چسبونه بودم به گلوم، صدا کلی خش افتاده بود. واسه اینکه خششو بگیرم تصمیم گرفتم که صدا رو پایین بیارم. سری میکروفون رو گفت چقدر دورتر گذاشتم، میکروفون رو گذاشتم این ته که شاید جواب بده، ولی خیلی بهتر میشه بنظرم صدا. آقا یادش بخیر 3 سال پیش بود، ما هر روز صبح میمردیم و اینجا رد میشدیم، بعد ماشین رو بعد اون ته میذاشتیم چون اینجا صبح پر میشه. خب اینجا ارزون ترین کارپارک بود، صبح اینجا کارپارک پر، همه تیچر و همه معلم ها همه میان اینجا ماشین رو پارک کنن. بعد این ساختمون رو من تا حالا ندیدم، این اولین باری که دارم این ساختمون رو میبینم. امسال به کلن این طرف دانشگاه نیومده بودم، این منطقه دانشگاه، چون دانشگاه خیلی بزرگه. اینجا این ساختمونه که اینجاست برای دانش آموزانی که آرت میخونن، یعنی دارن هنر میخونن یا فشن، اونایی که بازم فشن هم میخونن میرن اینجا لباسا رو میدوزن، همه چیزی تو این تیکه است. آقا سوالات شده بود که پس تو میشی پیمانکار، کنم دقیقا پیمانکار درست بشه، چون پیمانکار نمیدونم پیمانکار هرچی من هرچی گوگل کردم به فارسی هرچی گوگل کردم همش اشتباه دارم میاد، واسه همینم I'm not too sure whether پیمانکار معنی درست رو میده. ای در صورت بریم دانشگاه رو نشون بدیم. دانشگاه دوتا بیلدینگ داره، بریم دوتا بیلدینگ رو نشون بدیم. خب بریم وارد دانشگاه شیم، دانشگاه بهتون نشون بدم. بعد این پشت من الان دانشگاه است، این چیزی که هست، این ورودی دانشگاه است. این ساختمون زیاد نمیایم، ولی این ساختمونی که زدن تازه ساختن این ساختمون رو. بریم وارد دانشگاه بشیم. Do not use the entry. Entry only. بعد ماسک هم بذاریم. دیگه از جواب قیافه من نمیبینین چون قرار ماسک بذارم، بس زیاد اعتراض نکنین. شلوغ اینجا معمولا اینجا منطقه اصلیه، یعنی اون ساختمونه که داریم بیریم توش ساختمونه اصلی حساب میشه که اینجا ورودی شه. بعد اینجا قبلا سالن غذاخوری بود، یعنی بچه ها دانشجو وقتی تمام شد میومدن اینجا برای بریک، ولی به خاطر کووید امسال که زیاد دانشگاه نیومدیم. اینجا همون رستوران است که بهتون گفتم که وصل میشه به اون. از سیلینگ شیشه استفاده کردن، یعنی کلن اینجا رو گلاس دادن که قشنگ اینجا نور اینجا اضافه بشه، کلی به نور اضافه شده. بعد اینجا هم قبلا بازم غذا میداد، ولی اینم بستن الان. بعد مثلا اون کلاسای ما همه تو اینجا برگزار میشه، این ساختمون میره بالا دیگه، آسانسور داره، بعد همینطور تون تام میره بالا. اگه نگاه کنین تون تام میره بالا. آره اینجا هم اصلی کلاس ما بیشتر تو این کلاسه بودش، شبه شماره 7 بود و بیشتر کلاسه ما اینجا بودش، ولی نمیتونم تو برم چون نمیدونم کسی هستش. نه بعد مردم دارن اینجا درس می‌نویسن، دقت کنی
همه مشغول نوشتن هم سمینم زیاد نمیشه صحبت کرد اینجا چه باید فکر کنم میشه موزیک بذارم زیره طبقه بالاست obviously کافی شاپ دوباره اینجاست اینجا الان طبقه پایین بودیم بعد اینجا که ببینید همه بیزیان چون کرونا اومدهش مردم زیاد نمیتونن لایبرری برن چون لایبرری بیشترشون پرن واسه همین هم میان اینجا صبح از صبح میان اینجا مینویسن تا شب بریم بیرون بریم اونجا بریم سمت لایبرری آقا اینم از این توی اونجا رو نشون دادیم رفتیم همه خیلی مشغول اگزما هستن من دیروز اولین اگزامم داشتم. میدونم بچه ایران هم شروع کردن اگزام دادن. آقا همه موفق باشن. قشنگ درس‌ها رو بخونید. من یادش بخیر یک چیتینگای می‌کردم. بچه‌تر بودم. مثلا تقلب کردم سر امتحانات. من یه برگه کوچیک برام داشتم. یه پیپر. اینطوری همه رو کات می‌کردم بالاشو. خیلی نازک خب. یه ورقه نازک می‌کردم. بعد توش همه اون جوابایی که می‌خواستم می‌نوشتم. یعنی اون کلمات کلیدی. مثلا بعضی امتحانه هست مثلا کلمه کلیدی می نوشتم با خیلی خط خیلی صاف خوب یه برگه خیلی دراز بعد اینو اینطوری رول می کردم بعد اینو رول می کردمش خیلی کوچیک این برگه رو می چرخوندم یه رول کوچیک درست می کردم بعد سر امتحانه می رفتم خب مثلا آستینامو اینطوری بالا می زدم رو هم دیگه بعد این برگه رو می ذاشتم تو آستینا بعد همینطور اینطوری می زدم می رفتش بالا بعد میرم بالا موقع امتحان وقتی بهت برگ سفید میگن draft paper برگ سفید بهت میدن میگن تو هرچی میخوای بنویس که میخوای calculation میخوای معاملاتت انجام بدی همه اونجا باشه من سریع تا تیچر برمیگشت اون برگ را تو آستینم دارم میآوردم میذاشتم روی میز و تمام چیزایی که نوشتم روی برگ را بزرگ مینوشتم روی برگه بعد یه بار تیچرمون اومد امتحان دانشگاه بود سال پیش بود امتحان معاملات این تیکر نشون بدم اینجا خونه ماست من اینجا زندگی میکنم اینجا خونه دانش آموزی obviously همه اینا توشون استودنت هستن همه اینجا خونه دانش آموزی است اینا همه استودنت اینا واسه یونی هستش کسایی که میان دانشگاه یونی بهشون آفر میده که این خونه ها رو بگیرن خونه در میاد نزدیک هفته 150 تا 160 پوند بستگی داره کجای چند اتاق چقدر بزرگتر باشه ولی خونه است 6 نفره که همه با هم زندگی میکنن بعد این لایبرریه یعنی این کتابخونه مونه که دقیقاً جلوه و دانشگاه هم که اوبسلی اون تهه مثلا اینم صبح پا میشی از خواب میای پایین مستقیم میری تو لایبرری صبح پا میشی مستقیم میای پایین مستقیم میری تو یونی میدونی همه چی با هم دیگه خیلی نزدیکه البته امسال زیاد اتفاقات خاصی نیفتاد چرا چون کرونا اومد نابودمون کرد همه چی آنلاین بود یعنی بعد تو اون اتاقا میشستیم من خونم اونجاست وایستا این درخت سبز کجاست اینجاست خونه منه آره بعد میشستیم تو اتاق هر روز بنویس از آدم جدی بریم میخوام تو لایبرری بهتون نشون بدم البته بریم لایبرری من دیگه صحبت نمیتونم بکنم بعد کنم پرتم میکنم بیرون بچه همه اگزام دارن بعد این دانشگاه ما نزدیکه این تو این شهر دانش آموز هستن واسه همینم وقتی میرم تو بعد میکروفون رو کات کنم نو میکروفون ولی پشت چیز میذارم بکراند میوزیک میذارم یه تیکر رو نگاه کنید که بریم برگردیم برو بابا خیلی مجلسی نذاشتن وارد لایبرری بشیم خیلی مؤدبانه گفتن که نمیشه وارد لایبرری شد و فیلم گرفت چون بچه ها دارن واسه امتحانات چیز میشن آماده میشن واسه همینم نذاشتن بریم تو آره دیگه نذا چیکار کنم دیگه زوری که نمیتونم برم تو ولی اینجا ترام استاپه ترام ببینه میاد ترام رفتش اگه اون ته میبینید اینجا وای میستن اون دانشگاه ماست اینجا همه و ساختمان دانشگاه است این دورور این ساختمان هایی که توی زندگی میکنن دانش آموزا نزدیکه بعد اون ته خیابون که بری یه پارک اینجا و دورورش همه اینجا خونه است یعنی همه اینجا دانش آموز هستن هم از منطقه دانشگاه دیگه کلن هم از دانشگاه ما چند وقت دیگه مونده؟ کن دوشنبه یه هفته دیگه امتحان آخرمه امتحان دیروز رو دادم دمتون گرم که همه آقا پشتم بودین
کلی مسیج تو اینستا میگرفتم امتحان چجوری رفتی جلو، امتحان تو خوب دادی، دمتون گرم بچه خانواده استازی. اگه هنوز به شبکه اشتراک منتظر نمیدی چی کار داری میکنید؟ سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک بزنید. بابا خانواده استازی اومده دانشگاه داره نشون میده، خوابگاه داره نشون میده. بعد یکی از کلاسایی که زیاد داشتیم کلاس لا بود، چون بعد لا میخوندیم، یعنی این تو بودش کلاسمون. بعد لا جیزوس ایز هارد من، ایز هارد، you got no clue, it is hard. لا میشه در از وکیل، درس وکالت، سری از قانونهای وکالت لا بعد ما یاد میگرفتیم. بعد پدر من در اومده بود سر امتحان لا، من فکر کن پدرم در اومده بود، اصلا چیزی نگم. آقا جنجال درست شده بود این چند وقته سر داستانه یه ولاگ قبلی. یه دونه لایف گذاشتیم با علی، با دان علی، که جوری که ترکید این رشش هنوز تو گوش منه. تا لایف گذاشتیم چند روز پیش، اونا که آقا تو اینستاگرام منو فالو نکردن چیکار میکنی؟ پدرو استالز بین، یا پدروزا استالز، یا پدرو استالز تی وی، میک شور یو فالو اینه. حالا این زیر واسه تو میذارم، فالو کنین. ولی بگم داستان عجب داستانی شده. آقا مسیج زده بودن دی دان الیزا رو بلاک کن، این آدم بی شعوریه، شعور نداره، بدبخت، چیزی نگفت، فقط داشت درد دل میکرد، گفت بذار این درد دل رو با شما هم شیر کنه. بعد شرکت همه تو نفع قاطی کردین، اصلا یه وضع عجیبی بود. آقا پلان الان چیه؟ پلان الان اینه که مستقیم بریم به سمت جیم، بریم بذاره باشگاه، چون دیروز اکزام بود. بعد سه روز گذشتهش فقط داشتم ریوایز میکردم، یه داشتم قشنگ درس رو میخوندم که آماده بشم برای اکزام. بسه همینم جیم نرفتم، بدنه داره میخوابه، خدایی روخو، من نمیدونم این همه ماشین تو این خیابونه و این روخو اونی کیو. That's what I'm talking about. چه روخی، نگاه کن. وحشی، وحشی، ماشین از این وحشی تر دیدین؟ آقا خیلی گرمه الان، امروز آفتاب زده عجیب است. بازی دیگه است میدونی، کلن عجیب آفتاب امروز. حالا ببینید چی بود؟ این آرمین تو FM که موزیک گذاشتم چند روز پیش، ازش ریاکشن رفتم. خود تو FM ریاکشن رو دید؟ میدونم دید، ولی چیزی اطلاعاتی نداد، یعنی نه لایک زد، نه کامنت، نه توی DM من چیزی زد، ولی قشنگ سین کرد مسیجی که واسش فرستادم، چون تگش کرده بودم توی FMو. بعد قشنگ سین کرد مسیجو، بعد استوری منم دیدش، ولی جواب نداد دیگه. ولی باز میدونم چرا آرمین شاید جواب نده. اوبسلی آرمین الان مجوز داره، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی اگه آرمین من جواب بده با اون پرچم پهلوی که توی ویدیو هست، بیچاره به مشکل میخوره. الان توی FM که جواب نداد، باز دمش گرم، باز سین زد، میدونی؟ اونجوری که میتونست جواب بده جواب داد. بیجا اون پشت اون ساختمونه، اینجا همش جیمه، فکر نکنم بتونم تو زیاد فیلم بگیرم، چون شاید قاطی کنن مردم، چون وقتی جیم من هیچی قیافش قشنگ نیست، میدونی؟ شاید از خودم فیلم بگیرم، بذاره ورزش میکنم. اگه نتونستم فیلم بگیرم، وقتی جیم تموم شد آخرش فیلم میگیرم بهتون خبر میدم. پیو جیم میری اینجا کلتو میزنی میری تو. فکر نکنم اینجا بعد دیگه بتونم ویدیو بگیرم، چون بگیرم شاید پدرمون در میاد. اینجا ثبت شد، میریم تو. میریم جیم هم تموم شد بالاخره. آخون عجب روزیه، بیرون اصلا یه دفعه هوا عوض میشه کلن. Like it was sunny, now it's full. Look at that. نگاه کن کلن یه ساعت میری میای، یعنی چی؟ هوای انگلیسی، یه ساعت میری میای کلن هوا عوض میشه، یعنی اون چیزی که فکر میکنی دیگه نیستش. میدونی چی میگم؟ الان هوا کلن ترکیده، disgusting. It is disgusting. اینم هوا، نگاه کن هوا رو خدایی، سون همش رفت، ابرای سیاه دارن میان. آقا کن ابرای سیاه که بیار اینجا چی میشه؟ بارونی میشه.
اینم رفتی میذاره چست داریم، امروز روی سینه کار کردیم، جلو سینه، بغل سینه، زیر سینه. سالا بذاریم تو ماشین، بریم توی ماشین شروع کنیم این ولگ رو تموم کردن. اینم ولگ شماره دوم موره، خدای ولگ دو هم ترکونیم. ولگ شماره دو تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. رفتیم هم یونیو نشون دادیم، هم جیم رفتیم با هم دیگه، هم راجع به زندگی دانش آموزی که چه خرج داره صحبت کردیم. اینم ولگ شماره دو. حتما بگین از این ولگ خوشتون میاد یا نه. اگه میخواین ولگ ادامه بدیم، ولگ شاید یکی از قسمت اصلی این شبکه بشه به زودی. یه جاهای دیدنی دیگه هم هستش میخواین ببینید، به من خبر بدین. اتفاقا یه دی ام تازه گرفته بودم از یه دختر باحالی بود، دمش گرم، مسیج زدش گفتش حتما برو، من عشق هری پاترم، حتما لندن برگشتی برو اون خیابونی که هری پاتر فیلم گرفتم واسه من بیسیکلی یه ولاگ واسه که ما هم ببینیمش. دمش گرم، حتما این کارو میکنیم. دمت گرم که گفتی چیکار کنم، چون به من ایده میدین، میدونین به من موضوع میدین که من راجبش بیام صحبت کنم. سابسکرایب نکردین حتما به سابسکرایب بشه و کیمو در بیاین، روی زنگوله بزنید، کامنت انگلیسی هم بزنید که سابسکرایب ببرین. داریم 7000 نفر میشیم، کلا 50 نفر بود بشیم 7000 نفر، 7000 تا شد این خانواده از روزی که شروع کردیم تا به امروز 7000 نفر. من همتون گرم، اونایی که با ما روز اول بودن، اونایی که تازه الان همین امروز دارن ما رو میبینن، مرسی که هستین، مرسی که این ولاگ هم دادین تا ولاگ شماره 3. بای.